سابولیک، خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. اسم من پاشای، اگه بار اولی که دارین ویدیو منو میبینین. و توی این ویدیو من از بچه‌ها تو تلگرام خواستم که یه سری وایس برای من بفرستن که چی بگن توی وایس، که این که شما تو رابطه وقتی هستی با پارتنرت، بعضی موقعا پیش میاد که پارتنرت یه سری علایق عجیب غریب داره که چون پارتنرت تو نمیتونی خیلی هم به روش بیاری. حالا نمیدونم چی فرستادین، ولی میریم میبینیم و امیدوارم چیزای عجیب غریب باحال فرستاده باشین که کلی بخندیم و بهمون خوش بگذره. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم، یادتون باشه که حتما چنل من رو اگه تا الان سابسکرایب نکردین همین الان این کار رو انجام بدین، و اگه با ویدیو آل کردین لایک و کامنت فراموش نشه. بدون هیچ توضیح اضافه دیگه ای میریم با هم تو ویدیو. آقا اول من بگم که محیطو عوض کردم به خاطر اینکه خیلی تکراری شده بود، هم گفتن دیوار پشت دیگه داره واقعا کلافه کننده میشه، اومدم یه ذره رو مبل لش کنم، اینجوری هم حال میده. ولی بریم سراغ وایسا. از وایس اول شروع میکنیم، خاطره اول، ببینیم که داستانش چیه. سلام باشی، امیدوارم خوب باشی. من وقتی با یکی تو رابطه بودم عجیب علاقه بدی به جوراب داشت، یعنی میگفت فقط اما اکسام تو رنگای مختلف جوراب بپوش، عکس بگیر بفرست واسه من. یعنی من مونده بودم، یعنی تو روز دوبار میگفت باید جوراب تو عوض کنی، عکس بگیری بفرستی برا من. یه چیزی، من فتیش پا شنیده بودم، یه سری ها به پا خیلی علاقه دارن، پا رو دوست دارن ببینن. جوراب سبز رو برو بپوش امروز. نمیدونم، جاج نباید بکنیم. نه نباید جاج کنیم، اینجاش سخته. اوکی، ملو شروع شد، خوب شروع شد، بریم بعدی. من اینا رو بعد از اینکه رابطه تموم شد متوجه شدم، ولی فهمیدم به رابطه با آدمای خیلی زیاد در همزمان خیلی علاقه داشته. مثلا یک بار با 5 نفر همزمان بود. یعنی لاشی بود. یعنی نمیدونم، آخه این که نمیشه علاقه، که تو علاقه داشته باشی با 10 نفر همزمان با هم تو رابطه باشی، این بیماریه بیشتر فکر کنم. باز دارم جاج میکنم، اگه جاج دارم میکنم بگو بهم. یا فهمیدم که با 12 نفر با من خیانت کرده، یعنی با منم به اون 12 نفر خیانت کرده. ببین من حتی داشتم میگفتمش، چرا میگفتم مثل این میمونه 10 نفر، باز تو مخیلم هم 12 نبود. داداشم کجایی؟ همینجایی. اوزاد خوبه؟ میزونی ردیفی؟ اوکی، این دارک شد. یه ذره چی با رایت کنین لطفا. خواهش میکنم. سلام پاشا، چطوری؟ خوبی؟ دو تا از عادت‌های عجیب پارتنر من، یکیش این بود که شب موقع خواب حتما باید یه خرس پاندا خیلی گنده بغل می‌کرد. حالا خیلی عجیب نباشه، بعضی متفاوتا بغل می‌کنن، اما یکی دیگه‌ش این بود که شب باید دست می‌کرد تو نافش و با نافش بازی می‌کرد تا خوابش ببره، و هنوزم نمی‌دونم که چرا. شاید ترن آفش اونجا بود، دکمه خاموش شدنش شاید اونجا بوده. یعنی منطقی هم هستا، من فکر کنم ناف اصلا باید یه دکمه ای می بوده، یعنی اگه نسل های بعدی ربات ها بیان، فکر کنم اون دکمه ای که پاور آفشونه تو نافه. نکنه دوست بس ربات نبودی. سلام باشه، امیدوارم خوب باشی. من وقتی که با یکی تو رابطه بودم عجیب عاشق جوراب پوشیدن بود، یعنی میگفت باید شبانه روز توی گرمای تابستون توی سرمای زمستون باید تو با جوراب باشه، اونم از اون نازک نه ها، از اون کلوفتا، از اون جنس های زمخت، از اونا. همین الان گوش داده بودیم یه دونه جورابی، بازم جوراب. فکر میکنین چند تا از این 40-50 تا وایسی که اومده جورابه؟ یه ذره داره بو میگیره ویدیو بو ان میاد. پاشو، تموم مانتوهاش گلگلی بود، تموم مانتوهاش گلگلی بود، بعد با رنگ جیغ زرد میپوشید میومد. نمیدونم اصلا چرا باید یه نفر مانتو گلگلی زرد بفروشه که این بخره بعد اون بپوشه. خب چرا بهش نمیگفتی؟ خب این ایراد تو هم هست، مثلا تو وقتی با یکی تو رابطه ای میتونی بهش بگی که عزیزم مانتو گلگلی بهت نمیاد، میتونی عوضش کنی. ولی 2000 years later. بپذیرم ازت؟ نپذیرم چیکار کنم؟ اوکی، ولی این باز منطقی تر بود از اونای دیگه. گل دوست داشته پارتنرت. چه اشکالی داره؟ نمیدونم این به حساب میاد یا نه، ولی من یه عکسی داشتم که همیشه عادت داشت لباسه تیره بپوشه، یعنی همیشه ها اصلا استثنا نداشت
دیگه روشن‌ترین رنگی که استفاده میکرد سرمه‌ای یا قهوه‌ای و اینا بود. بعد هم طور تونج تیره همین رنگا و مشکی و نمی اصلا لباس رنگ روشن نمی‌پوشید. من اگر یوتیوبر نمی‌شدم، یعنی مجبورم برای جذابیت تصویر، خب رنگای تیره خیلی چه جوریه دیگه، من بیام سیاه بشینم ویدیو خنده دار درست کنم نمیدونم، شاید ربطی هم نداشته باشه، ولی خب حالا دیگه تصمیم گرفتم بذاره لباس شاد باشه، همین بود کمدم. همین الانم همینه، من فکر کنم هر جا میرم لباسام ساده است، برای همین میتونم اونو درکش کنم. یه نکته رنگ مشکی اینه که لاغر نشونت میده، شاید دلیلش یکیش این بوده، یکم که حس قدرت داره، من چون مشکی رو خیلی دوست دارم اینجوری بهش فکر میکنم. سلام پاشو، امیدوارم حالت خوب باشه، لطفا اگه میشه صدای منو تغییر بده. اوکی. من یه دوست پسر کلمبیایی داشتم، بعد اولین باری که خانوادش منو خونهشون دعوت خواهر نه ولی از کجا گیر آوردی کلمبیایی؟ از تهران یا کاش میگفتی کجایی؟ وقتی که اومد با خانومای فامیلشون سلام و احوال پرسی کنه مثل عمش اینا، با لب همدیگه رو بوس کردن به جای اینکه رو گونه های همو بوس کنن. خب من اون موقع خیلی شوک شدم، ولی بعدش متوجه شدم که این یه جوری تو فرهنگشون اونقدر غیر عادی نیست. خب یه چیزی مطمئنی عمش بوده، شاید اکسش بوده، مثلا اکسش رو دیده سری رفته لبو گرفته، بعد گفتی مثلا مازا فازا عممه، تو فرهنگ ما باید لب بوس کنی عمه تو، نمیتونی همینجوری که خالت نیست که ازش بگذری که عمته. آخ این چقدر دارک بود واقعا. تا الان 10 از 10 جدی. من یه دوست دختر کلمبیایی لطفاً دایرکت. خب یه چیز خیلی عجیبی که من توی رابطه تجربه کردم، پارتنرم دانشجو پزشکی بود، بعد عادت داشت که شبا سیستم گرمایش خونش رو خاموش میکرد تو هوایی که مثلا منفی 20 درجه بود، خیلی جای سردی زندگی میکردیم، و رو زمین میخوابید بدون پتو بادش که خیلی کم بخوابه و بتونه سری پاش درس بخونه. برای من خیلی عجیب بود و من یخ میزد. چه زندگی سختی داشته اون و تو با هم. من اگه پارتنرم اینجوری باشه باش به هم میزنم. دکترا نیان دایره. اگه دکترا اینجوری، آقا یعنی هر کی پزشکی میخونه این مدلی باید بخوابه که آره دیگه شاید. دور. خیلی غیر منطقی بود ولی چیزی که گفتی. اوکی. روزای سختی بود گذشته. وای از این وایسا، از این وایسا، از این وایسا. من پارتنر نداشتم چون یه عقاب تنهام گوز بای. باریکلا یه عقاب همیشه تنهاست. حالا این عکس رو ببین، زر زده هر کی اینو گفته الکی. سلام پاشا، یکی از فتیشای عجیب اکس من فتیش یادم، چیز عجیبی که یادمه این بود که زیر بغل خیلی دوست داشت، زیر بغل ترنانش میکرد و همیشه مثلا نود میخواست حتما میگفت زیر بغلت باشه چون خیلی منو تحریک میکنه، و این اولش خیلی برای من عجیب بود، ولی خب فهمیدم خیلی فتیشای مختلفی وجود داره. یه لحظه صحنه رو تصور کن، میخوای نود بگیری از طرف، خب طرف اینجوریه که عزیزم مثلا همون آبیه رو پوشیدم مثلا اینجوری، بعد میگه بلش کن زیر بغلتو ببینم. اه 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 چندش؟ چرا؟ مگه داریم؟ البته توی اون اپیزودی که نبود، توی اون اپیزودی که راجب فتیشا درست کرده بودم فتیش زیر زیر بغل نبود. سلام پاشا، چطوری؟ ممنون شما یه توی صدای من رو حفظ کنی. من یه پارتنر داشتم که با صدای عطسه من وقتی عطسه میکردم مونی میشد و این نزیدی خیلی داشت کار دستم میداد. معلومه کار دستت میده، چون فکر کن مثلا تو پذیرایی نشستی و پارتنرت تو اتاقه، بعد تو یه چیزی اومده داره دیوونه میکنه تو دماغ تو، خب اینجوری که بعد هی اونو یاد میاد که اونم تو اتاق اینجوریه. چی داره میکنه؟ بعد تو ببین عطسه رو که بری اون برم یه صدایی میاد، حالا من اینجا نمیتونم صدای اون بر رو در بیارم، ولی چقدر سخت. این بیچاره هیچ جا نمیتونسته بره، تو حساب کن سرما بخوری نمیتونی بری مطب دکتر، چون کنار 10 نفر دارن عطسه میکنن، خب اونا دارن عطسه میکنن تو داری بنده سدی. آخ خدایا. این بعدی. سلام پاشا، مو فرفری جذاب، من اومدم مثل بقیه بگم
خب باز یادم رفت پارتنر نداشتم. اوکی. من بگم به صدات نمیخورد ولی ایبی نداره. ایبی نداره. چالش بعدی یه کاری میکنیم که کسایی که پارتنر نداشتن فقط بتونن تو شرکت کنن. باحال میشه. آقا عادت عجیب خودمه. ولی خب توی رابطم با پارتنرم هم. و اینه که دوست دارم سرپام کنه. یعنی این مسئله خیلی برام هیجان انگیز قشنگ و یعنی چی؟ عاشقانه است. اینکه منو سرپا کنه و من جیش کنم. ببخشید حالتون رو برم زدم. من درست شنیدم؟ این چه سمی بود مشه. تو اشتباهی اومدی، یعنی باید ببین صدا کن دوست پسرت بیاد چون اون باید وایس میداد. ولی تو اومدی زودتر گفتی که چجوری میشه، یعنی مثلا اینجوری که هانی جیش دارم، جیش بلندت میکنه میبردت میشنهدت اونجا. بفهم. خیلی سوال دارم ولی بریم بعدی. بریم بعدی تو رو خدا، بریم بعدی. سلام پاشا، با توجه به شرایط ظاهری و حتی موقعیت مالی و حتی شرایط اخلاقی خوبی که داشت، کلا آدم خوبی بود، اما هیچ موقع بهم خیانت نکرد و واسم خیلی عجیب بود. چی؟ What؟ با طرف بودی بعد بهت خیانت نکرده، بعد برات عجیب بوده که چرا بهت خیانت نکرده؟ این کارو میکنی آمار خیانت میره بالا دیگه. این کارو میکنن که دیگه برای هیچکی عجیب نباشه. من خیانت کردم. سلام پاشا، اینو وایسر میخوام بگیرم واسه ویدیو جدیدت. من با یه بند موزه دوست بودم یه مدت، این یه چیز عجیبی که داشت، خیلی خون دوست داشت. یعنی یه موقعی مثلا دستشو میبرید خون خودشو میخورد دیگه. این به نظر منم حتی عجیب بود. داداشم با خون آشام دوست بودی؟ جوابش ساده است، مگه میشه دست خودشو جلوت میبریده بعد خون دستشو میخورده؟ بعد تو فقط برات عجیب بوده؟ یعنی مثلا زنگ نمیزدی تیمارستان بیان طرفو ببرن یا زروش معاینش کنن ببینن مشکل چیه؟ چون قاعدتا تو وقتی دست خودتو میبری و به خودت داری آزار میرسونی، این یه ایرادی داره. این دیگه اینجوری نیست بگی سلیقش اینه که دستشو ببره خونشو بخوره، نه، این باید بره مداواشه، عادی نیست. دهنم چطوری؟ راستش باید صدای من اول عوض کن چون که اکسم چنل تو رو داره و میترسم ناراحت بشه. راستش یک از عادتهای عجیبی که داشت این بودش که همیشه وقتی میرفتیم کافه پیتزا رو با قهوه تلخ سفارش میداد، یعنی شیر و شکرم که هیچی کاملا تلخ بود و مثلا سوزمیخ رو پیتزا و با قهوه میخورد و واقعا عجیب بود. ببین این خیلی عجیب نیست چون حالا همه دارن میگن، بذار منم بگم. من یه مدت که گوشت میخوردم، مثلا کتلت رو با پوره میخوردم با ماست. ماست باید همیشه کنار همه غذاهای من میبود، یعنی هر غذایی من میخوردم باید ماستم میداشت. حالا مثلا داره یادم میاد، فکر کنم عجیب ترینش این بود دیگه. البته خب قهوه و پیتزا خیلی یعنی چی؟ نه اومدم ماسمالی کنم نشد. نه عجیبه. سلام پاشم، لطفا صدای من عوض کن چون خیلی از دوستم چنل دوستی بودو دارم. من باید آقای چی رابطه بودم و این فتیش طبیعت رو داشت، یعنی مثلا اگه با هم دیگه میرفتیم دریا یا جنگل، این فکر رو مثلا خودت بکن دیگه چه حالتی میشه. مثلا ما همونی میرفته یا جنگل به جنگی به من توجه کنه، یه سر مثلا پیش درخت هم به خودش میبارید به اونا. یعنی تو با دوست پسرت میرفتی جنگل، بعد دو دقیقه حواست نبود میدیدی که رفته کنار یه درخت 5000 ساله وایساده، دستشو حلقه کرده دور درخته و اینجوریه که بالاخره پیدات کردم، بعد یه مدت دوری بالاخره به درخت مورد علاقم رسیدم. این خیلی عجیب بود چون فتیش طبیعت من دیگه نشینه بودم. واقعا خیلی عجیب بود این. بعد هنوز هست؟ یعنی جنگل و اینا دریا اینا میریم؟ چه خبر؟ سلام، من یک کسی رو میشناختم با هم خیلی صمیمی بودیم، بعد وارد رابطه شدیم و تمام این مدت علاقه رو بهم نگفته بود، علاقه نسبت به خودم نه، که فوت فتیش بود و فتیش پا داشت به قول معروف. و این چند ماه گذشت و من فهمیدم این موضوع رو، خیلی مسخره بود برام و آزاردهنده بود. خودم رو بهتر تموم کردم. این حالا از اون اول که شروع شد فکر کنم مشترک ترین فتیشیه که هستش، چون تقریبا هم داریم میبینیم از هر
دوتا وایس یه دونه ربط پیدا میکنه به این ماجرا و خیلی هم عجیبه. ولی باز همین که اومده بهت گفته فکر کنم خیلی جالب تره تا اینکه ندونی یهو مثلا یه جا بفهمی. نمیدونم یکی مثلا من دارم فکر میکنم طرف فتیش داره بگه بهتره یا نگه. بگه بهتره دیگه فکر کنم، ولی خب عجیبه دیگه. عجیبم نیست، نمیدونم. بریم بعدی. سلام باشا، من توی رابطه بودم که طرف دوستش موقع انجام عملیات سوزونده بشه، یعنی با پرفندک بیار و همین. بعد سوزوندیش یا نه؟ چون احساس کردم بعد وقت یه چیزی میخواستی بگی ولی چون که میدونی که یکی از داستانا که باز حالا یه دونه اپیزود دیگه باید برای اون فتیشا درست کنم، ولی شمه، دوست دارن شم بریزن، ولی اینکه فندک بیاری بگیری زیرش روشن دیگه یه ذره زیادیه دیگه بابا، مگه میشه؟ میسوزی از شیش لذت میبری. سلام به پاشای عزیز. یکی از عادتهای بعدش این بود که کیک با آب میخوری، یعنی کیک با نوشابه میخوریم، کیک با آب میخوریم، رفتیم کافی شاپ، کیک با نوشابه میخوریم، کیک با آب میخور، کیک با نوشابه هم خوب نمیشه، کیک با چایی خوبه. چرا اومدی درستش کنی بدترش گری؟ تو خودت هم مشکوکی. یه مثلا کیک با نوشابه میخوری، این با آب میخورد، ما با نوشابه هم کیک نمیخوریم، چرا باید با نوشابه کیک بخوری؟ نوشابه دادن دیگه گوش نمیدم وایستو. وای باز از اینا. سلام پاشا، من دوباره اومدم، لطفاً صدامو عوض کن. یکی از دوستای من بود که بستنی قیفی رو با نون بربری میخورد. اولش خیلی برام عجیب بود ولی الان منم معتاد این ترکیب شدم. آفرین، به تبریک میگم. ولی یکی از اکسای یکی از دوستای من بود که سیب زمینی سرخ کرده رو میزد تو بستنی وانیلی میخورد، نارگیلم پشماش ریخت، اینم خیلی عجیب بود. آه یه دونه دیگه هم داره یادمه، یکی از دوستای صمیمم بود که دیدی یه چیز یخ میخوری مغزت یخ میزنه تا اون سرت درد میگیره، اون اینو دوست داشت، یعنی میگفت من اصلا یه چیز یخ درست میکنم مثلا از این یخ در بهشت تا یه جوری محکم میخورمش که اتفاقا بهش میگن برین فریز دیگه، که اینجوری بشم. برای همین آره یه ذره عادی نیست. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو تو خودت تو از این ویدیو برده باشی. من خیلی حال کردم، یعنی واقعا بعضیاش خیلی عجیب بود. حالا اگه پارت بعدیشو میخواین حتما برام بنویسین. همونطور که اول ویدیو هم بهتون گفتم لایک و سابسکرایب و اینا خیلی ارزش داره، جدی میگم، از ما دریغش نکنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی فعلا دافس. بعد تو ببین اثر افتاد. همونطوری که اول ویدیو هم بهتون گفتم سابسکرایب کردن، لایک و کامنت و اینا خیلی خیلی ارزش داره و از ما دریغش نکنین. دمتون گرم. خداحافظی، یادم رفت.